رئیس جمهور در حکم محمد یاسین زیا رئیس ستاد ارتش را با حفظ همین وظیفه تا برگشت و صحت یاب شدن اسدالله خالد همچون سرپرست وزارت دفاع ملی گماشته است آقای یاسین زیا در سالهای پسین در سمتهای معاون ریاست عمومی امنیت ملی معاون نخست وزارت دفاع ملی و پس از آن رئیس ستاد ارتش ایفای وظیفه کرده است در در سکتور پرهبری اولی اولیکو کی دا لازم و اصلاحات و دا 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 او اصلاحات او دراتک دا امنیت وضعیت تخوالی د هواډوالو د سر او مال د خوندیتوب او تر 2020 شمېله ميلادي کال پوري د پرزان بسیايني د اجنډا د خط تطبیق په مخه شوې دي رئیس جمهور همشنان به جای مسعود اندرابی حیات الله حیات والی پېشنی کندهار را سرپرست وزارت, وزارت امور داخله گماشته است آقای حیات پس از یک در فعالیت ها در جامعه مدنی همچون والی در هلمند، ننگرهار و کندهار ایفای وظیفه کرد. و پس از گفته ها در باری فعال بودن تنها سی درصد نیروهای پلیس در کندهار از وظیفهش برکنار شده بود. از یکیداری ملکی که یک کسی میه برش سخت از در یکیداری نظامی. اما اگر تیم و همکاری ها و مهنگی ها باشه به نظر ما شاید کار کده بتانه. محمد ایوب سالنگی زمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله بود. و اکنون دوباره به معاونیت نخست وزارت امور داخله باز می گردد و از چند ماه به این سو همچون معین مالی و اداری ارگان های محلی ایفای وظیفه داشت این تغییرات در حال از سوی حکومت انجام می شوند که در تقسیمات سیاسی حکومت جدید وزارت داخله سهم عبدالله عبدالله گفته شده است کارهایی را که او مسئولین قبلا پلان گذاری کرده بودن چهره جدید می تا او امو پیلان های خود می داشته باشد ترها های خود می داشته باشد یک زمان می گذرد با این تغییرات نه عضو کابینی حکومت را سرپرستان می سازند نامزد وزیران معارف، اطلاعات فرهنگ، امور زنان، احیا و انکشاف دهات و نامزد رئیس بانک مرکزی در حدود سی و نیم ماه پیش رأی تایید مجلس نمایندگان را به دست آورده نتوانستند. و از سوی دیگر رئیس جمهور وزیران مالیه و صحت عامه را چند ماه بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان از وظایفشان برکنار کرد.